خب میرسیم به قسمت بحث برنامه، ولی قبل از اینکه ادامه بدیم یک تلفن میگیریم و بعد ادامه میدیم. دوست عزیز، محسن عزیز. محسن عزیز روی خط هستیم، بفرمایید. سلام از کنم خدمت عزیزان. سلام. من میخواستم در مورد این بحثی که داریم در مورد اخلاق و رابطهش با ایمان یه صحبتی داشته باشم. کوتاه بفرمایید. از کنم که من اینجا مثال ابراهیم رو میزنم. وقتی که به ابراهیم گفته شد که برو به اسحاق رو بکش، در واقع اخلاق ابراهیم نقض شد. اخلاق یه کله، این اخلاق ابراهیم نقض شد، بعد وارد یه رابطه شد. همزمان که میخواست اسحاق رو بکشه، رابطه که نکفت، وارد یه رابطه شد، یه رابطه مطلق. مسئله اینجاست که اگه ابراهیم اسحاق رو میکشت، هم از لحاظ اخلاقی رد شده بود، یعنی از لحاظ کلی رد شده بود که این دوست مطلق وارد بشه. ولی وقتی که اسحاق رو نکشت، مطلقا نمیتونست جنایتکار نباشه، میتونست جنایتکار مطلقا یه جنایتکار نبود ابراهیم. این معنی اخلاق میشه و این فکر میکنم چیزی که واقعا آدم باید بهش فکر کنه. حالا میدونم نظر شما چی باشه. بسیار مرسی بردم حسین عزیز، خیلی لطف کردیم. به هر حال این هم نظری هستش، ولی امروز موضوع برنامه ما هست همجنسگرایی و میخوایم دوستان عزیز که اگر نظراتی دارین، تجربیاتی دارین، سوالاتی دارین، حتما با ما تماس بگیرین. این برنامه متعلق به شماست و با صحبت‌های شماست که میتونه کامل بشه. ایمانوئل رو هم یک پاسخ بدیم به پرسشش، بعد با هم ادامه میدیم. ایمانوئل جان عزیز، شما روی خط هستید. الو، سلام علیکم. سلام عزیز. قربان، از پاریس خدمتتون تلفن میزنم. یه بونجور ایمانوئل عزیز. از چه جای شیکی؟ بونجور. سلام خدمتتون میرسونم. آبا چه ایفه سر جاشه. بله. خیلی ممنون. دو هفته پیش داشتم برنامه‌تون رو گوش می‌دادم، بعد درباره زیاد درباره اشعار ربانی صحبت شد و درباره کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در دنیا. بله. بعد من یه چیزی خیلی واسم شوکم کرد، اینکه من الان چندی سال به قدس تعمید دیدم در فرانسه در کلیسای کاتولیک‌ها و من روزی که قبول کردم، یعنی مسیح من قبول کرد که من مسیحی بشم، انتخابی نکردم که من پروتستان باشم، کاتولیک باشم و یا ارتدوکس باشم. یه تقاضایی بوده که مسیح از من کرده و من قبول کردم و میخواستم در این مسئله واسه صحبت کنم، چون من بچه های منم در فرانسه قدس تعمید دیدن و ما چندین سال دیگه به ایران برمیگردیم. ما همه پدران کلیسای آینده ایران هستیم. من دوست داشتم که تو ایران مثلا 20 سال دیگه تو هر کوچه ای یکی بگه من کاتولیک هستم، یکی بگه من ارتدوکس هستم، یکی بگه پروتستان هستم. ما همه ماها توسط در کلیساها قدس تعمید دیدیم به نام پدر، پسر و روح القدس. همه اون یه انجیل قبول داریم. پاپ رو من دوست دارم همونجور که شما رو دوست دارم. شما واسه من پاپ هستید. من چجوری بگم که نمیخوام که در آینده همه همونجوری که در اسلام شیعه هست، سنی هست، جعفریه هست و چیزهای دیگه هست، میخواستم شاخهای مختلف در ایران پیدا بشه چون ما پدران آینده کلیسا هستیم. درسته ایمانوئل عزیز، درسته. یکی از این یه کلمه خیلی، یه چیز دیگه ببخشید، موضوعی نمیشه بعد شما گوش میدم جواباتونو ببخشید. مسئله اشعای ربانی و شام خداونده که شما توضیح دربارش میدادید، اشعای ربانی یه کلمه عربی، البته من هیچ چیزی درباره زبان عربی ندارم. شام خداوند هم یه زبانی کلمه فارسی که در انجیل اومده، ولی ما در فرانسه و در آمریکا از این کلمه هیچ عنوان استفاده نمی کنیم. ما کلمه به نام کمیونیون استفاده می کنیم. کمیونیون یعنی گرد همایی. گرد همایی یعنی که وجود مسیح، حضور مسیح با ما. حالا شما میگفتید اون روز که کاتولیک ها وقتی جام میبرن بالا، شراب تبدیل به خون مسیح میشه و نون تبدیل به بدن مسیح میشه. من فکر میکنم تنها کسی که میتونست آب و شراب تبدیل کنه فقط مسیح بوده و کسی دیگه اجازه نداره اینجا حرف رو بزنه. ما در موقع این کار رو انجام میدیم که مسیح در حضور ما هست، با ما هست و ما این کار همه با هم در گرد هم انجام میدیم. از کلمه کمیونیون استفاده میکنیم. درست. گرد همایی. درسته. و آخرین که بخواستم بگم،
در اون شب شام آخری که انجام شد، مسیح کار دیگه هم انجام داد. مسیح پای شاگردانش هم شد. درست. این خیلی مهمیه که خیلی کم صحبت میشه درباره اش. درسته. بعد ایمانوئل عزیز شما میتونم بپرسم چه کلیسایی میرین الان در حال حاضر؟ من کلیسای کاتولیک رومن میرم، ولی هیچ واسه من اتفاقا روز به نازنین خانم گفتم اصلا این چیزایی که شما میگید من باور کنید توی کلیسای ما ندیدم. یعنی من دوست دارم شما رو دعوتتون کنم بیاید در کلیسای نوتردام پاریس ببرمتون، با هم دیگه مراسم انجام میدیم، مراسم کومینیون انجام میدیم. ببینید اصلا و به هیچ عنوان اینه که میگن اون این کارو میکنه من این کارو میکنم. من توی کلیسای ارتدوکسم رفتم، توی کلیسای روسا رفتم، توی جنوب فرانسه اصلا و به هیچ. ما رفتیم اونجا گرده همایی کردیم، نون خداوند خوردیم، شراب خوردیم، خیلی جالب مراسمشون انجام شد با مراسم مختلف. درست. حتی بهتون بگم ببخشید، ما در کلیسامون یه دونه کشیش سیاه‌پوست داریم، اجازه داره یک بار در سال اجازه داره که مراسم خودش رو در کلیسا انجام بده. کنگوله هستنشون، به مراسم کنگویی انجام میده، میان میرفتن میزه میارن. با حال من فهمیدم انقدر جالبه واسه ما که میام نگاه میکنیم. عزیزه. اولا که من به شما بگم اون بلیتو بفرستید ما دوست داریم اون برای دنیا. من این سوال خیلی کلی بکنم برای شما، ازم میخواید یه نکته رو اشاره بکنید. صحبتی که ما در مورد دید کلیسای کاتولیک کردیم مختص کلیسای کاتولیکی که شما میرید نیست، برمیگرده به اساسنامه کلیسای کاتولیک و ما از شورایی که در واقع کلیسای کاتولیک طبق اون این صحبت و این باور رو داره نقل کردیم، صحبت کردیم که باورشون چی هست و این صحبتی رو که ما کردیم این اون رو از روی اون اساسنامه خوندیم. پس یکی این که حالا من نمیدونم شما کلیسایی که میرید دقیقاً با وجود کلیسای کاتولیک به چه شکل باور داره، باورهاشو به چه شکلی به شما گفته، ولی شما هر کلیسایی رو بنا به اساسنامه اون کلیسا میتونید باورهاشو ببینید. پس من بهتون توصیه میکنم اگر دوست دارید و واقعا فکر میکنید که اون چیزی که ما گفتیم فرق میکنه با اون چیز، برید اساسنامه کلیسای کاتولیک رو در این مورد بخونید و به این مسئله خواهید رسید. یک دو گفتید مدیس ندارم، من دوستام که توی کلیسای ایران فرقای مختلف باشه. اولا که هست، الان توی ایران کلیساهای کاتولیک حالا آشوری یا ارمنی هست یا کلیساهای پروتستان هست و این کلیساها هست توی ایران، یا کلیسای انجیلی هست و ما اینا رو داریم. یعنی این چیز نیست که حالا ما میخوایم وارد سیستم ایران بکنیم. و دوم این که حتی اگر در ما شاخه های مختلف داشته باشیم مثل حالا اسم اسلام، ولی اگر در مسیحیت مثلا میگیم کاتولیک، ارتدوکس یا پروتستان و هر کدوم زیر شاخه های خودش، اگر در یک کلیسایی در یک سیستمی باورهایی هست که مخالف کلام خداست، ما نمیتونیم بگیم این یک شاخه از اون ایمان هست. من اگر فرض بکنید بگم این به قول شما فقط مسیح میتونه این کارو بکنه و من باور ندارم که کسی دیگه میتونه این کارو بکنه، پس اون شاخه‌ای که داره این رو صحبت میکنه، حالا کاتولیک هست، حالا هر چی، شاید در بعضی موارد فرقه دیگه باشه، اگر من اون رو قبول ندارم، من نمیتونم اون رو به عنوان کلام خدا بهش اعتقاد داشته باشم، اون شاخه رو به عنوان اعتقاداتی که شاید من بتونم طبق اون مطابق کلام خداست باور داشته باشم. پس اینجا بحث سر این نیست که چند تا شاخه از همه شاخه خوبه، ما هر کدوم به هر کدوم بپیوندیم. صحبت سر این است که اون چیزی که با کلام خدا مطابقه چیه و همه ما نسبت به اون راستی حساس باشیم، نسبت به اون بلند بشیم، صحبت بکنیم، با همدیگه مصاحبت داشته باشیم و بتونیم به یک نتیجه برسیم که کلام خدا تعلیم درستش چی هست. درسته. برها مرسی از تماستون. ما هم توضیح بدم برای شما. نه فقط ما هم آرزوی ما هم همینه که یک روزی همه در راستی، اتحاد و محبت یکی باشیم و به قول ما فرقه های مختلف یا تفرقه بین مسیحی ها وجود نداشته باشیم. در کنار تفاوت ها و گوناگونی که توی دیدگاه های ما وجود داره در فرقه های مختلف، این به این معنا نیستش که ما از هم جداییم. اتحاد داریم به خاطر اینکه در مسائل اصلی و محوری و هستی با هم یک فکر رو داریم. متفاوت هستیم به خاطر اینکه در مسائل جزئی دیدگاه‌های گوناگونی داریم، ولی همیشه ما جزء یک بدن هستیم، همیشه جزء یک خانواده الهی هستیم، همه رو باید محبت کرد. این حسابش جداست که کلیساهای گوناگون با هم دیدگاه متفاوت دارن، با اینکه فرقه های مختلف خودشون به عنوان مسیحیت معرفی میکنن. کلیسایی که خودشو مسیحی معرفی میکنه و با اصول اساسی ایمان مسیحی تعالیمش مغایرت داره، که در نتیجه نجات از طریق فیض زیر سوال میره، دیدگاه من و برخورد من با اون کلیسایی که به ظاهر مسیحیه ولی در باطن تعالیم مسیح رو و انجیل رو نقض میکنه متفاوت خواهد بود با برادر و خواهری که الان در بغلم نشستن ولی داره دیدگاه‌های مختلف الهیاتی با هم هستیم. من شما رو برادر و خواهر خودم میدونم، با اینکه دیدگاهامون در بعضی از قسمت‌ها متفاوته، با اینکه بعضی اوقات من از اشکان خیلی عصبانی میشم،
ولی من اتاقتون نمیبرم در جنیفر ماسکت صف اتاق.